با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، 10 دی برابر با 7 ژانویه 2015. در روزهای چهارشنبه به یک ساعت خدمت شما هستیم. اینجا در خدمت شما داستان زال و رودابه را میخوانیم، یکی از داستانهای رومانتیک شاهنامه به قول امروزی ها، داستان عاشقانه به قول قدما. یکی بیژن و منیژه است و زال و رودابه، که البته زال و رودابه جنبه های رومانتیکش خیلی خیلی بالاتر از بیژن و منیژه است و داستان بیژن و منیژه جنبه های حماسیش هم قوی هست. باری برای شما میخوانیم. حتما در اخبار شنیدید که چند تن از سرداران اسلام با توپ و تفنگ و مسلسل و آرپیجی و اینها ریختن در یک دفتر یک روزنامه، تعداد زیادی رو کشتن، تعدادی هم در بیمارستان هستن و گویا این روزنامه دستن در کار چاپ کتابی بوده است با 80,000 جلد تیراژ فروش از زندگی پیامبر اسلام و چیزهای از این قبیل و کاریکاتوری از رهبر داعش. در اسلام هم شما میدانید حرف اول در قدیم شمشیر بوده، در حرف اول حالا توپ و تفنگه. قربتون برم، ریختن تو روزنامه و به فرانسوی فصیح هم سخن میگفتن و معلوم میکنند که اینا از اعراب مهاجر هستن، مسلمانان مهاجر. اینا را آوردن، راه دادن، تعلیم و تربیت دادن، حقوق و بازنشستگی و همه عرض کنند که اون چه که در واقع دید شهروندی هست، حقوق شهروندان فرانسه هست مساوی. اینا هم یه چیز میگوید، به معنی که پاشون میرسه به آلمان فرانسه شروع میکنن تولید مثل، 7-8 تا بچه درست میکنن و در گداخونه اونجا. و حرفشون هم این هست که ما که نتوانستیم با شمشیر این فرنگ رو بگیریم، حالا آمدیم همینجوری میگیریم. غافل از این که این بچه هایی که توی مدارس بزرگ می شوند و با در دست محیط رفته رفته دست میله می شن، در واقع در محیط مثل بقیه می شن. خیلی کم پیدا می شید که حالا بعد از یکی دو نسل این بابا شمشیر برداره و اینا بگی که چی شد، به مسلمانی توهین شد از این حرفا. اما خب هستن کسانی که از این کارها بکنن. بله، زدن و کشتن رو در واقع جرمندیشی در هر رشته‌ای مکانی برای بیان و اظهار نظر به مخالف نمیده، خصوصا که اسلام یک دین بیابانی خشن. از همون ابتدا جواب مخالفین با سربریدن بوده. بله، تعدادشون رو خدمتتون عرض کردم، 5 شاعر، اینا 5 شعر گفته بودن، هر یکی در یک جایی فرستادن سر اینا رو نصف شب بریدن. امروز صحبتش خواهد بود، در واقع در مصاحبه‌ای که خواهیم داشت با آقای سیامک بهخوانپور در برنامه افق، راجب قضایا هم سخن خواهد رفت در مراتب مربوط به اختلاف شیعه و سنی. خب اجازه بدهید که برگردیم به داستان. بله، اینجا یک مطلبی هم کامران دست من داد بخوانم. میگوید کشورهای غیر اسلامی عدالت را بیشتر رعایت میکنند. و یک جدول رده‌بندی کشورها که در یک استاد ایرانی تبار علم اقتصاد تهیه شده میگوید که ایرلند، لوکزامبورگ، دانمارک و حتی اسرائیل به لحاظ رعایت اونچه با عدالت اسلامی انطباق دارد از کشور اسلامی پیشتر هستند. من فکر کنم اینم یه مغالطه است، چیزی به نام عدالت اسلامی بنده نمیشناسم که حالا این آقا برداشته این مغالطه رو به میون انداخته. کدام عدالت اسلامی؟
کجاش اسلام عدالت داشت؟ در مرحله اول میگوید که 50% جامعه نمیفهمه، زنان عقل ندارن. این عدالت اسلامیش، این که دیگه در بحثش هست از ابتدا، قدم اول. کدوم عدالت اسلامی؟ چه عدالت اسلامی؟ شما بایستی باج میدادی تا بتوانی اون آیینی که دوست داری دنبال کنی. حالا یهودی هستی، زرتشتی هستی، مسیحی هستی، عدالتی در اسلام نیست. که حالا این آقا برداشته میگه عدالت اسلامی در کشورهای لوکزامبورگ بیشتر. اینم باد اسلام، نمیدونم اسمش چیه، اینم ریح اسلام در شکمش حتما از کنم فزونی گرفته. بله، آقای حسین عسکری، پروفسور حسین عسکری. عدالت، عدالت آقا، عدالت دیگه اسلام غیر اسلامی نداری که. خب با این داستان ها و دروغ ها میخواهند بگویند که در اسلام عدالت هم هست. چه عدالتی؟ عدالتشون این بود، مهمترین جلوه عدالت این بود که اموالی که میگرفتن مساوی تقسیم میکردن. که البته عمر به اونا که در بدر بودن دو برابر پول میداد. این عدالت اسلامی بوده. عدالت اسلامی. عرض کنم خدمتتون که اجازه بدید برگردیم به داستان شاهنامه زال و رودابه. خدمت شما خوندم تا اونجایی که زال رفت به دیدار رودابه و در اونجا ماند و هم سخن گفتن و بعد زال رودابه رو ترک کرد، فرود آمد از بام کاخ بلند به دست اندرون دست شاخ بلند. دست رودابه در دستش بود، اینجا تشبیه کرده به شاخ بلند. سوی خانه زرنگار آمدن، بدون مجلس شاهوار آمدن. بهشتی بود آراسته پر ز نور، پرستنده بر پای بر پیش هور. یا پرستنده بر پای بر پیش هور، شگفت اندران مانده بود زال زر. بدون روی و اون موی و اون زیب و فر. که اینا ابیاتش به خدمت شما خوندم. بله، بعد زال میگوید اگر منوچهر بشنود و سام بشنود، اینها بسیار ناراحت خواهند شد به جهت اینکه شما از تبار ضحاک هستید. بعد میگوید ولیکن، بله، پذیرفتم از دادگر داورم که هرگز پیمان تو نگذرم. من عشق تو رو فراموش نخواهم کرد، شبم پیش یزدان ستایش کنم، چو یزدان پرستان نیایش کنم. مگر کودل سام و شاه زمین، بشود از خشم و ز پیکار کین. جهان آفرین بشنور گفت من، مگر کاش کارا شبی جفت من. و من میرم دعا میکنم که منوچهر شاه از تبار فریدون و پدرم سام اینا خشمگین نشون و راضی بشون تا من بتوانم آشکارا با تو ازدواج کنم، که تو آشکارا همسر من شوی. جهان آفرین بشنود گفت من، دعای من رو خدا بشنود، مگر کاشکارا شوی جفت من. بدو گفت رودابه من همچنین پذیرفتم از داور کیش و دین، که بر من نباشد کسی پادشاه، جهان آفرین بر زبانم گوا، جز از پهلوان جهان زال زر، که با تاج و گنج است و با نام و فر. به به این ابیات
رودابه هم گفت من به خدا سوگند یاد میکنم که عشق کسی دیگری رو در دل نداشته باشم به جز عشق جهان پهلوان زال زر که با تاج و گنج است و با نام و فر، همی مهرشان هر زمان بیش بود. هر لحظه عشق شعله میکشید و این عشق بیشتر میشد. همی مهرشان هر زمان بیش بود، خرد دور بود آرزو پیش بود. میگید یه عقل به کنار رفته بود، یک سره عشق جاگزین عقل شده بود در این لحظه خداحافظی. چون این تا سفیره برآمد ز جای، تبیره برآمد ز پرده سرای. پس آن ماه را شاه پدرود کرد، تن خویش تارو برش پود کرد. یه بیتم خوندم که یعنی در آغوش گرفت، رودابر در آغوش گرفت مثل تار و پود. بله، سر مژه کردن هر دو پراب، هر دو گریستن، زبان برکشیدن بر آفتاب که ای فر گیتی یکی لق نیز، یکا یک نبایست آمد هنیز. یعنی هنوز بالا کمندن درفکن، زال فرود آمد از کاخ فرخ همال. خیلی خوب، حالا زال در پیش رودابه بود یک شب، بعد ترک کرد و اینجا عنوان هست رای زدن زال با موبدان در کار رودابه. رفت با مشاورین در باب رودابه سخن بگوید. چو خورشید تابان برآمد ز کوه، برفتن گردان همه همگروه. بدیدن مرد پهلوان را به گاه، پس اون جاگه برگرفتن را. سپهبد فرستاد خواننده را که خواند بزرگان داننده را. اینجا خواننده به معنی آوازخوان نیست، یعنی کسی که مأمور بود که در واقع شخصیت‌ها را طلب میکرد، میرفت صداشون میکرد. بله، که خواند بزرگان داننده را. چو در دستور فرزانه با موبدان، سرفراز گردان و فرخ ردان. به شادی بر پهلوان آمدن، خردمند و روشن روان آمدن. زبان تیز بگشاد دستان سام، لبی پر ز خنده دلی پر ز کام. نخست آفرین بر جهاندار کرد، دل موبد از خواب بیدار کرد. چنین گفت که از داور پاک داد، دل ما پر از ترس و امید باد. خداوند گردنده خورشید و ماه، روان را به نیکی نماینده راه. ستودن مر او را چنان چون توان، شب و روز بودن به پیشش نوان. بدوی از کیهان خرم به پای، همون دادگستر بهر دادگستر بهر هر دو سرای. ولو همون دادگستر به هر دو سرای، بهار آورد و تیر و ماه و خزان. برآورد پر از میده دار رزان. جوان داردش گاه با رنگ و بود، گهش پیر دارد دژم کرده روی. این سخنان زال هست از عجایب خلقت، کردار خالق به موبدان و ردان. ز فرمان و رایش کسی نگذرد، پی مور بی او زمین نسپرد. جهان را فزایش ز جفت آفری، که از یک فزونی نیاید پدید. بعد از این که از عجایب خلقت گفت و اینها، می فرماید که در واقع گسترش نسل انسان بر روی زمین و تداومش از همسر است. بله، جهان را فزایش، گسترش گیتی، خداوند زجفت آفرید که از یک یادم مجرد فزونی نیاید پدید. یادم مجرد نمیتواند بر جمعیت زمین اضافه کند، اضافه نمیشود، مجرد تنهاست. بله،
یکی نیست جز داور کردگار، که او را نه انواز و نه جفت و یار. یه تنها خداوند هست که نیاز به جفت ندارد و نیاز به یار ندارد. هر آنچه آفریده است جفت آفرید، گشاده ز راز نهفت آفرید. ز چرخ بلند اندر آرین سخن، سراسر همین است گیتی ز بن. زمانه به مردم شد آراسته، و از او عرش گیرد همه خواسته. اگر نیستی جفتی اندر جهان، بماندی توانایی اندر نهان. باز داره توضیح میده در باب خصلت جفت همسر، میگه خداست که تنهاست. بله، و دیگر که بی جفت دین خدای، ندیدیم مرد جوان را به پای. سه دیگر که باشد ز تخم بزرگ، چو بی جفت باشد نماند سترگ. تخم یعنی نژاد، تخمه و تخم یعنی نژاد. چه نیکوتر از پهلوان جهان، که گردد به فرزند روشن روان. چو هنگام رفتن فراز آیدش، به فرزند نوروز باز آیدش، یا به فرزند نو روز باز آیدش. میگوید که جان انسان از فرزندش روشنه، و وقتی موقع رفتن میرسد اون فرزند هست که بر جای او میشن، چنان که گویی زندگی به او باز میگردد. به گیتی به ماند ز فرزند نام، که این پور زال است و آن پور سام. به دو گردد آراست تاج و تخت، از اون رفته نام و بدین مانده بخت. کنون این همه داستان من است، گل و نگس بوستان من است. از من رمیدست و رفته خرد، بگویید کین را چه درمان برد. نگفتم من این تا نگشتم غمی، به مغز و خرد در نیامد کمی. همه کاخ مهراب مهر من است، زمینش چه گردان سپر من است. دلم گشت با دخت سیندخت رام، چه گویید باشد بدین رام سام. گفت که حقیقت امر این است که من تا شور عشق همه وجودم را نگرفته بود نمیتوانستم بگویم، اما امروز به شما میگویم که من عاشق دختر سیندخت هستم، چنین و چنان، و مهر من در اونجاست، عشق من در اونجاست، و همه کاخ مهراب مهر من است، زمین نشه گردان سپهر من است. دنیای من کاخ مهراب کابلی شده است، در حال اشاره است به رودابه که دختر مهراب کابلی است. خب میگوید که چه کهتر چه مهتر چه شد جفت جوز، سوی دین آیین نهاده است روی. بدین در خردمند را جنگ نیست، که هم راه دین است و هم ننگ نیست. ببستن لب موبدان و ردان، سخن بسته شد بر لب بخردان. همه انتظار چنین سخنی رو نداشتن که از زال زر زند سام بشنوند که میخواهد با دختر مهراب کابلی ازدواج بکند. همه ساکت شدند، داناترین ساکت شد، همه ساکت شدند. که ضحاک مهراب را بود نیا، و از ایشون دل شاه خود کیمیا. ضحاک پدر بزرگ این مهراب بود، به همین دلیل اینا چیز کردن، ساکت شدن. گشاده سخن کس نیارست گفت، که نشنید کس
نوش با زهر جفت. هیچ کس نمیتونه سخن بگه. چرا؟ به جهت اینکه نوش رو با زهر یک جا نمیشود جمع کرد، عسل رو با زهر یک جا نمیشود جمع کرد. چگونه میشود زال به سر سام نریمان بیاید و با نبیره زحاق، زحاق جنتکار در واقع همسر بشوند؟ چونش نید از ایشان سپه بود سخن بجوشید و رای نو افکن بون. که دانم که چون این پژوهش کنی بدین رای بر من نکوهش کنی، ولی کن هران کو گزیند منش بباید شنیدنش بس سرزنش. مرا گر بدین ره نمایش کنید و از این بند راه گشایش کنید، به جای شما اون کنم در جهان که واقع که در آن کس نکرد از جهان. به جای شما یعنی در حق شما دیگه این منسوخ شده. اون کیز که از روی کرم با من وفاداری کند بر جای بدکاری چو من. حافظ فرمود یک دم نکوکاری کند. این همونه. به جای شما این در حق شما اون کنم در جهان که با کهتران کس نکرد از مهان. میگوید که اگر من راهنمایی بکنی و یک طرحی بریزی برای توفیق من، من یک کاری میکنم که هیچ مهتر در حق کهتر نکرده باشد. ز خوبی که و نیکی و از راستی ز بد ناورم در شما کاستی. همه موبدان پاسخ آراستند همه کام و آرام او خواستند. که ما مر تو را سر به سر بنده ایم در این بس شگفتی فرو مانده ایم. که باشد از این کمتر و بیشتر به زن پادشاه را نکاهد هنر. خب یه چیزی هم گفتن که حالا خیلی چیز نیست که با ازدواج با هر کسی که باشد شکوه پادشاهی و عظمتش کم نمی شود. به زن پادشاه را نکاهد هنر. امیر جان اون چیز اروپا رو نشون بدین لطفا روی سایت. خدمتتون عرض کنم که تعدادی از دوستان و آدمای سرزمین جابی در اروپا هستن و این شماره حسابی که مشاهده میکنید هنوز از اروپا یک حسابی در اونجا هست و دوست عزیز من آقای رزاقی که میشناسید و همتون اینجا نشستن مسئول اونجا هستن و من یک لیستی دادن من سپاسگزاری کنم خانم سریا، خانم نرگس، آقای ادیب، آقای محمد رضا، خانم فاطمه، آقای مزدک و آقای مستوفی به واسطه پشتیبانی از برنامه. آقای محمد رضا هم گفتن از دکتر عبدالخان معدنی یادی بکنیم که خیلی ممنونم امیر جان. یادی بکنیم که حتما این کار رو خواهیم کرد، خواسته که دکتر عبدالله خان با پدر من خیلی دوستی داشتن، اینا بچه های معظم سلطان بودن معظمی هم. دکتر معظمی از کنم که پایگاه بلندی یافت در سیاست ایران و در بابشون صحبت خواهم کرد بعد. خب اجازه بدید که برگردیم سر داستان. و موبدان گفتن که ما مخلص شما هستیم در این بس شگفتی فرو مانده ایم. انقدر داستان شگفتی هست در شگفتی هست که ما ماندیم. چی بگیم؟ که باشد از این کمتر و بیشتر به زن پادشاه را نکاهد هنر. ابا اون که مهراب از این پایه نیست بزرگ است و گرد و
سبک مایه نیست، به خصوص که مهراب مرد بزرگی است، سبک مایه نیست. همان است که بر تازیان پادشاست، همان است که از گوهر اژدهاست. پادشاه تازیان و از گوهر اژدها، یعنی از تبار ضحاک. یکی نامه باید سوی پهلوان، چنان چون تو دانی به روشن روان. تو را خود خرد زان ما بیشتر، روان و گمانت به اندیشتر. مگر کو یکی نامه نزدیک شاه، نویسد کند رای او را نگاه. منوچهر از رای سام سوار، نپیچد شود کار دشوار خار. میگوید یک کاری باید بکنی که نامه بنویسی به سام، به پدرت، و او با منوچهر صحبت کند، منوچهر شاه، و کار دشوار دشخار آسان خواهد شد، به جهت اینکه سام در پیش منوچهر دارای مقام بلندی است. معنیش این است. بله، اینجا یک قطعه هست که حالا براتون میکنم، یه توضیح میدم. نامه می نویسد سام، ببخشید زال. سپه بود نویسنده را پیش خان، دلاکنده بودش همه برفشان. دلش پر بود، همه رو خیلی روی کاغذ. یکی نامه فرمود نزدیک سام، سراسر نوید و درود و پیام. خب اینجا درود و پیام که خود نامه پیام هست، این تکه در چهار مقاله نظامی عروضی آمده است. چهار مقاله در سال 500 و اندی نوشته شده است و شاهنامه که در اختیار داشته خیلی 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 قدیمتر است، قدیمترین شاهنامه است که ما داریم. بنابراین من فکر کنم این قطعه رو باید از اونجا گرفت. درود و خرام نوشته است. به خط از نخست آفرین گستری بسی باشه، به خط نخست آفرین گستری. بدون داگر کو زمین آفرید، از اوی از شادی، از اوی از زور، خداوند ناهید و بهرام و هور. همیشه نام نویسی به نام خداست در شاهنامه. خداوند هست و خداوند نیست، همه بندگانیم و ایزد یکیست. از او باد بر سام نیرم درود، و از او باد، فکر میکنم هر روزی آورده است، لزو باد بر سام نیرم درود، خداوند کوپال و شمشیر و خود، کماننده. اینجا آورده از دیزه نظامی چرمه آورده، و این کماننده و چرمه عرض کنم که در واقع متناسب تر است. چرم یعنی اسب سفید و مطلق به معنی اسب هم هست. بیزه یعنی اسب سیاه. چماننده چرم هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد. چراننده کرکس اندر نبرد یعنی اون مرد دلیری که به سپاه میزند از کشتگان کرکس ها را میچراند، یعنی در واقع پیروزمند میدان جنگ است. چماننده چرمه هنگام گرد، گرد یعنی جنگ، هنگام گرد یعنی زمان جنگ. چماننده چرمه هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد. فزاینده باد آورد گاو، فشاننده خون ز ابر سیاه. این رو عرض کنم که ادب صنعت مماثله میگفتن.
گراینده تاج و زرین کمر، نشاننده شاه بر تخت زر، به مردی هنر در هنر ساخته، سرش از هنرها برافراخته. نظامی میگوید سرش از هنر گردن افراخته، به نظر من خیلی زیباتر و بهتر است. به مردی هنر در هنر ساخته، سرش از هنر گردن افراخته. هنر اینجا در واقع یعنی ارزش جنگی. هنر به معنی امروز چیز دیگری است. بله، چه سام نریمان گه کارزار، به مردی نه هست و نباشد سوار. من او را به سان یکی بندم، به مهرش روان و دل آکندم. اینجا دارد در واقع به پدر نامه می نویسه با احترام و توصیفش شنیدید. یکی از زیباترین جای شاهنامه است. نظامی بعد از آوردن این چند بیت میگوید من در عجم سخنی بدین فصاحت نمیبینم و در بسیاری از سخن عرب هم. حالا این در بسیاری رو گفته که یقش نگیرن بگن آقا تو کافری، قرآن رو هم شاهنامه رو ترجیح دادی. من در بسیاری گو من در عجم سخنی بدین فصاحت نمیبینم و در بسیاری از سخن عرب هم. خب، ز مادر بزادم بدانسان که دید، ز گردون به من بر ستمها رسید. پدر بود در ناز و خز و پرند، پدر بود در ناز و خز و پرند. مرا اینجا پرند شاید بخونیم که کوه هند نوشته است. مرا برده سیمرغ در کوه هند، میگه در حالی که وجود شریف حضرت عالی به ناز در خز و پرند، پرند یعنی ابریشم بودی، من سیمرغ منو برده تو قارها در کوه حضور میکرد. زندگی من اونچنان بود. نیازم بدان کو شکار آورد، ابا بچه‌ام در شما را برد. میگه منتظر میشدم، احتیاج داشتم که اون برای چیزی شکار کنه، منو مثل بچه خودش حساب میکرد کنه. آرزوی من بود تا من که سیمرغ منو پرورش میداد. همی پوست از باد بر من بسوخ، زمان پازخون خواه چشمم بدو. همی خواندندی مرا پور سام، بر و رنگ بود سام و من بر کنام. در حالی که پسر سام بودم او بر او رنگ بود و تخت شاهی بود، من در قار. بر رنگ بود سام و من بر کنام، چوی از دون چنین راند اندر بوش، بر این گونه پیش آوریدم روش. کس از حکم یزدان نیارد گریقه، اگرچه بپرد براید به میقه. گریقه همون گریز هست. سنان گر بدندان بخواید دلید، بدرد ز آواز او چرم شیر. گرفتار فرمان یزدان بود، وگر چند دندانش سندان بود. یکی کار پیش آمدم دل شکن، که نتوان نمودش بر انجمن. پدر گر دلیر است و نر اژدهاست، اگر بشنود راز کهتر رواست. من از دخت مهراب گریان شدم، چو بر آتش تیز بریان شدم. ستاره شب تیره یار من است، من آنم که دریا کنار من است. از وقت عشق به کنار من دریا شده است. عشق دختر مهراب کابلی رودابه. برنجی رسید استم از خیشتن، که بر من بگرید همه انجمن. همه دنیا به حال من داره گریه میکنه از این عشقی سوزانی که
من از اون رنج ببرم. اگر چه دلم دید چندین ستم، نخواهم زدن جز به فرمانت دم. چه فرماید اکنون جهان پهلوان، رهانم از این درد و سختی روان. سپهبد شنید اون چه موبد بگفت، که گوهر گشاده کند از نهفت. ز پیمان نگردد سپهبد پدر، این کار دستور باشد مگر. که من دخت مهراب را جفت خیش، کنم راستی را به آیین و کیش. پدر یاد دارد که چون مرمرا، به دو باز داد ایزد داورا. به پیمان چنین گفت پیش گروه، چو باز آوریدم ز البرز کوه. که هیچ آرزو برطلت نکسلم، کنون اندرین است بسته دلم. گفت بیادت میاد که وقتی من باز گرفتی از سیمرغ از البرز کوه، گفتی همه آرزوهای منو برآورده میکنی، حالا این آرزوی من. سواری به کردار آذرگشسپ، ز کابل سوی سام شد بر دو اسب. حالا چرا دو اسب؟ راسته این که یه اسب یدک میدوانید خسته نمیشد اسب، به محض این که اسب خسته میشد اسب رو عوض میکرد، از رکاب به رکاب اون یکی رو باز یدک میکشید، بعد از مسافتی دوباره اسب رو عوض میکرد که از سرعتش کم نشه. سواری به کردار آذرگشسپ، ز کابل سوی شاس سوی سام شد بر دو اسب. بفرمود و گفت ار بماند یکی، نباید تو را دم زدن اندکی. دست میفرستن که یه لحظه معطل نشی. به دیگر سبک برنشین و برو، بدینسون همی تاز تا پیش گاو. گوه پهلوان دو را ازشان میدم که عوض کنی از بارو تا اونجا برسونه خودتو. فرستاده از پیش او باد گشت، به زیرندرش چرمه پولاد گشت. فرستاده رفت، چنان حرکت میکرد که گویی اسب پولادین است. فرستاده از پیش او با بله، چون از دیکی گرساران رسید، یکایک ز دورش سپهبد بدید. همین گشت یکی کوهسار، جهان دیده جهاننده یوز و رمنده شکار. چنین گفت با غمگساران خیش، بدون کار دیده سواران خیش. که آمد فرستاده کابلی، به زیرندرش چرمه زابلی. سام اونجا مشغول شکار بود، از دور نگاه کرد، گفت که یکی سی آمد اسب کابلی، اسب سفید کابلی سوار است. تقدم شد، یه به دیگر بخوانم. فرستاده زال باشد درست، از او آگهی جست باید نخست. تشخیص داد که بایستی از سوی زال باشد. پرسجو کنید ببینید سخنش چیست. با سپاس از شما هموطنان گرامی و بزرگوار و امیر گرامی در اتاق فرمان و به اتفاق دوست عزیزم آقای رزاقی و کامران تنده از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.